به همه بینندگان و شنوندگان و کاربران خوش آمد می گوییم. شما را به شنیدن تفسیر هفتگی آقای منشه امیر دعوت می کنیم. تفسیر این بار با این عنوان نگاشته شده است: حکومت اسلامی ایران از رژیم کمونیستی کره شمالی ظالمتر است. در دنیا رژیم‌های دیکتاتوری بسیاری وجود دارد. با قاطعیت می‌توان گفت که بیش از نیمی از نظام‌های سیاسی در کشورهای مختلف جهان جنبه دیکتاتوری دارد، برخی کمتر و بعضی بیشتر. ولی نمونه بارز حکومت‌های دیکتاتوری کره شمالی است که مردم آن از گرسنگی بیمار می‌شوند و توانایی اداره کردن زندگی خیش را ندارند و هیچ گونه آزاداندیشی و دیگر اندیشی در آن حکومت مجاز نیست. همه چیز را بستند، سانسور کامل برقرار است و کسی حق ندارد از رژیم بد بگوید یا انتقاد بکند. مجازاتش بسیار سنگین خواهد بود. و حکومت‌های دیکتاتوری دیگری نیز وجود دارند که برخی بیشتر سرکوب می‌کنند و بعضی کمتر، ولی آنها هم اصولاً به مردم اجازه ابراز عقیده نمی‌دهند. انتقاد ممنوع است و کسانی که کار حکومت را قبول نداشته باشند دستگیر و زندانی می‌شوند. و نگاهی به آن کشورها بکنید و می‌بینید که همگی آنان در فقر و فاقه به سر می‌برند. برخی ثروت‌های کلان اندوختند ولی اکثر مردم چیزی برای خوردن ندارند. رشد اقتصادی در این گونه کشورها بسیار پایین است. از قافله تمدن عقب افتادند. تکنولوژی ندارند، صادرات عمده‌ای ندارند و درآمدی وجود ندارد که بتواند حداقل رفاه را برای مردمان آن کشور فراهم کند. اینها همه حکومت‌های ستمگری هستند که به خاطر شیوه سرکوبگری خود مردم خیش را عقب مانده نگاه داشتند و آن مردم فقیر هستند و از رفاه برخوردار نیستند. این است مشخصه بارز حکومت‌های دیکتاتوری که همه در فقر به سر می‌برند و همه جا مردم عقب مانده هستند و از کمترین رفاه برخوردار می‌باشند. و کره شمالی می‌تواند بهترین نمونه این گونه نظام‌های سرکوبگر باشد. همه باید بله قربانگوی حکومت باشند. همه باید رهبر حکومت را همانند یک پیامبر بپذیرند و تقدیس کنند و در برابر او سر تعظیم فرود آورند. همه چیز بر طبق خواسته رهبر حکومت تعیین و تنظیم می شود و هیچ کس حق انتقاد ندارد. ولی گفتیم که حکومت اسلامی ایران از رژیم ستمگر کره شمالی ظالمتر است. چگونه این میتواند باشد؟ پاسخ بسیار روشن است. به دو کشور نگاه کنید. کره شمالی هیچ نوع منابع مهم طبیعی ندارد. از امکانات تولید چندان برخوردار نیست. رهبرانش تنها یک هدف داشته و دارند و آن این است که موجودیت رژیم خود را حفظ کنند. ولی به ایران بنگرید، ببینید که این کشور چه منابع سرشار طبیعی دارد. به یاد آورید که ایران در دهه‌های گذشته پیش از آن که رژیم اسلامی به قدرت برسد چه رفاه و شکوفایی داشت. ایران در آستانه ورود به کشورهای متمدن جهان قرار داشت. ایران از نظر
تولیدات از نظر پیشرفت علمی و در همه زمینه‌های دیگر در مسیر درستی گام برمی‌داشت و می‌رفت که به زودی یکی از کشورهای مرفه دنیا شود. این امکانات و این وسایل در اختیار کره شمالی نبود. گرچه اگر کره شمالی را با کره جنوبی مقایسه کنید، می‌بینید که جنوبی‌ها به راه پیشرفت افتادند. از نظر تکنولوژی در ردیف مهمترین کشورهای جهان قرار گرفتند. محصولاتشان در سراسر دنیا به فروش می‌رسد و ارز خارجی کلانی به دست می‌آورند و رفاه مردم کره جنوبی 100 برابر مردم کره شمالی است. ولی چرا گفتیم که حکومت اسلامی ایران از رژیم کمونیستی کره شمالی ظالمتر، بی‌کفایت‌تر، بدون مسئولیت‌تر و ناتوان‌تر و ذلیل‌تر است؟ چرا این سخن را گفتیم؟ علل آن بسیار است. در کره شمالی تنها هدف رژیم دفاع از موجودیت خیش است. شبه جزیره کره در سالهای 50 قرن میلادی گذشته، یعنی حدود 80-90 سال پیش، به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. جنوبی در خدمت مردم کره باقی ماند، ولی بخش شمالی آن توسط کمونیست‌ها به تصرف درآمد و از آن هنگام آمدند و یک رژیم دیکتاتوری همانند بسیاری از کشورهای کمونیستی دیگر برقرار ساختند و همیشه بیمشان آن بود که کره جنوبی با حمایت ایالات متحده بیاید به بخش شمالی حمله کند و آن را از تصرف کمونیست ها بیرون آورد. و از همین رو بود که حکومت کمونیستی و ستمگر و دیکتاتوری کره شمالی در صدد تهیه جنگ افزارهایی برآمد که از حمله کره جنوبی جلوگیری کند و بقای حکومت را تضمین کند. و چه سلاحی بهتر از موشک و پس از آن بمب هسته‌ای؟ بنابراین کره شمالی از آن هنگام همه توان مالی خود را وقف آن کرده که موشک بسازد و پس از آن بمب روی آن نصب کند تا بتواند از موجودیت خود در برابر حمله احتمالی از کره جنوبی جلوگیری کند. تنها هدف بقای رژیم است و خونسا کردن نقشه های حمله احتمالی. و دولت پیونگیانگ بمب را می سازد، اتم را روی آن نصب می کند و می گوید اگر به ما حمله کنید نه فقط کره جنوبی را هدف قرار می دهیم، بلکه به ژاپن و اماکن دیگری که مورد حمایت ایالات متحده قرار دارد خواهیم رسید و به آنها آسیب وارد خواهیم کرد. این تنها هدف حکومت کمونیستی پیونگیانگ است، حفظ بقای خود. حکومت کره شمالی نه قصد تصرف کره جنوبی را دارد و نمیخواهد که بر چین و ژاپن و کشورهای دیگر خاور دور مسلط شود. تنها هدفش این است که بماند و سرنگون نشود. ولی به حکومت اسلامی ایران نگاه کنید. میبینید که آنها تنها بقای خود در داخل ایران را جستجو نمی کنند، بلکه آنها هدفهای استعماری دارند که آن را زیر پوشش دین پنهان کردند و میگویند که دین ما، یا در واقع مذهب ما، مذهب تشیع، باید در کشورهای اسلامی مسلط شود و آنها میخواهند به زور عراق را در تسلط خود بگیرند، لبنان را به تصرف خود درآورند و همچنین کشورهای دیگر منطقه را. و اگر در این راه موفق شدند، امیدشان آن است که دیگر کشورهای اسلامی را نیز تحت تسلط خود درآورند. یعنی کره شمالی قصد دفاع از خیش را دارد.
ولی رژیم به ظاهر اسلامی ایران میخواهد که یک کلونیالیسم جدید، یک استعمار نو برقرار کند و نه فقط ایران را در تسلط داشته باشد، بلکه میخواهد که بر کشورهای منطقه نیز آقایی کند و رهبری جهان اسلام را به دست بگیرد. این یکی از نخستین و مهمترین مشخصه ها و تفاوت ها بین کره شمالی و حکومت اسلامی ایران است. به یک تفاوت اساسی دیگر نیز اشاره کنیم و آن این که در حکومت اسلامی ایران از آنجا که دین دیگر رونقی ندارد و مذهب مورد ایمان سران رژیم نیست، بلکه فقط وسیله‌ای برای رسیدن به هدف‌ها می باشد، دزدی زیاد است، راهزنی، غارت و چپاول بیت المال بسیار گسترده است، امری که در کره شمالی وجود ندارد، مطلقاً وجود ندارد. و اگر کسی در میان سران حکومت دزدی کند، به شدت مجازات خواهد شد. ولی در حکومت اسلامی ایران علی خامنه‌ای دزدی ها را آزاد می‌گذارد، می‌گوید که از من حمایت کنید، نگذارید من سقوط کنم، بیایید و بیت رهبری را پشتیبانی کنید و من کاری ندارم، هر چه می‌خواهید بدزدید، مهم آن است که پشت سر من بایستید و سقوط حکومت من جلوگیری کنید. جز این هدفی ندارد و از این رو میبینیم که دزدی ها بسیار گسترده است. و در حکومت اسلامی ایران از آنجا که معیار وفاداری به شخص علی خامنه ای و پشتیبانی از نظام موجود است، تنها افرادی را به مقامات عالی برمیگزینند و منصوب میکنند که در وفاداری آنها تردیدی نباشد. همه تملق‌گو و چاپلوس به حکومت بدون هیچ گونه کفایت و لیاقتی در رشته‌ای که مدیریت آن را به دست گرفتند. این برای علی خامنه‌ای مهم نیست که آیا فلان وزیر تخصص دارد، تجربه و آگاهی دارد، از قدرت مدیریتی برخوردار هست یا نه. معیار میزان وفاداری آن وزیر و یا هر شخصیت دیگر حکومتی به شخص علی خامنه‌ای و نظام سرکوبگر کنونی است. هیچ معیار و مشخصات دیگری به حساب نمی آید. مهم آن است که از حکومت خامنه‌ای پشتیبانی کنند. حالا هر چه می خواهند بدزدند و ببرند و چپاول کنند، ولی از حمایت از رژیم و شخص خامنه‌ای دست بر ندارند، حکومت او را به خطر نیندازند. کره شمالی از امکان حمله کره جنوبی بیم دارد، ولی نگرانی علی خامنه‌ای آن است که ملت ایران، مردم داخل کشور به پا خیزند و خواستار براندازی رژیم او گردند. این است دل مشغولی رهبر حکومت اسلامی ایران. این است یکی از تفاوت‌های عمده بین حکومت کمونیستی در کره شمالی و رژیم سرکوبگر دینی در داخل ایران. تفاوت عمده دیگر بین کره شمالی و حکومت اسلامی ایران، گفتیم که کره شمالی تنها بقای خود را می‌خواهد. میخواهد که در چارچوب مرزهای موجود همچنان برقرار بماند و کره جنوبی در صدد تصرف بخش شمالی در نیاید. این تنها دلمشغولی حکومت در پیونگیانگ است و نه بیشتر. ولی در حکومت اسلامی ایران از یک سو میخواهند که مردم ایران را تحت تسلط و انقیاد خود داشته باشند و سوی دیگر میخواهند بر کشورهای همسایه تسلط داشته باشند و آنها را تحت هدایت و رهبری خود درآورند، یعنی نوعی استعمار نو و آن هم از نوع دینی. و در همین راه است که حکومت میآید ثروت مردم ایران را برمی‌دارد
و در اختیار سازمان‌های ترور خارجی قرار می‌دهد، از حزب الله در لبنان تا حماس در نوار غزه و حوثی‌ها در یمن و هشت و شعبی در عراق و غیره و غیره. به آنها پول می‌دهد، یعنی ثروت مردم ایران را می‌دزدد و در اختیار آنها می‌گذارد تا بتواند به هدف‌های استعماری خود برسد و آرزوی خیش را برای تسلط بر جهان اسلام عملی سازد. این فرق عمده بین آن حکومت کمونیستی و این رژیم به ظاهر دینی می باشد. و در همین راستا، یعنی برای تسلط دینی بر ایران و کشورهای دیگر منطقه، حکومت می آید و تلاش می کند که قوانین 1400 سال پیش را بر ملت ایران تحمیل کند، قوانینی را که در دوران بادیه نشینی در عربستان در جزیره العرب مرسوم بود و با زندگی امروز هیچ گونه تناسبی ندارد. معیار در آن دوران شتر بود و امروز در دوران تکنولوژی شتر دیگر محلی ندارد. در آن دوران زنان سرکوب شده و نگونبخت بودند، ولی امروز دنیا پی برده و به این معنویت اعتراف میکند که هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. حکومت ایران، حکومت دینی ایران، تنها برای حفظ بقای خود نمی جنگد، بلکه همه توان ملت ایران را به کار میگیرد که بتواند باورهای کهنه و پوسیده شده خود را بر این ملت و بر ملت‌های دیگر منطقه تحمیل کند. یعنی می‌خواهد بیاید و حجاب را نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای منطقه رایج کند. مثلا بر عربستان، همان کشوری که اکنون مدت هاست گام به گام، قدم به قدم، سانتیمتر به سانتیمتر میکوشد که از تبعیض نسبت به زنان دست بردارد و آنها را به تدریج وارد جامعه کند. ولی در حکومت ایران روند کاملا معکوس است، یعنی میخواهند همه آزادی هایی را که زنان ایران پیش از به قدرت رسیدن خمینی در اختیار داشتند از آنها سلب کنند. 43 سال تقریبا از آغاز حکومتشان می گذرد و نتوانستند حجاب را بر زنان ایران تحمیل کنند و اکنون مقررات شدیدتری را برقرار می سازند که زنان را زیر فشار بیشتر قرار دهند و حتی ورود آنان به ادارات دولتی و اماکن عمومی را اگر به اصطلاح حجاب نداشته باشند به کلی ممنوع سازند. ولی حجاب تنها یک نماد است. پوشیدن یک لباس یا نپوشیدن آن امر مهمی نیست. مهم آن است که وقتی حجاب را بر زن تحمیل کردند، آنگاه می توانند قوانین تبعیض نژادی دوران 1400 سال پیش را با شدت بیشتری به اجرا بگذارند. یعنی زن یک موجود ناقص است، زن نباید وارد کارهای اجتماعی شود. وظیفه زن تنها آن است که بچه داری کند، لذت مرد خیش را تأمین نماید و همچنین خانه را نگاه دارد. زن نباید رئیس جمهوری شود، نباید رئیس مجلس شود و نباید در امور دیگر نقشی داشته باشد. زن ذلیل است و باید سرکوب شود. این است هدف حکومت ایران در تلاش برای تحمیل حجاب اجباری. حجاب تنها یک نماد است. حجاب به معنی آن است که حکومت می‌خواهد مردم ایران را مطیع نگاه دارد. و موضوع دیگر، همانا دزدی‌ها، چپاول‌های بیت المال است و فساد مالی که سراسر این حکومت را فرا گرفته است. آن هم به علت اینکه خود سران حکومت از دین بریدند، دریافتند که دین تنها یک دکان است.
بنابراین درست است که در اسلام دست آفتاب دوز را قطع می کنند، ولی آنها دزدی های کلان را اجرا می کنند و عبایی ندارند و کسی آنها را مجازات نمی کند. دین را به دور نگاه داشتند، ولی زیر پوشش آن به جنایت و دزدی و غارت ادامه می دهند. این است تفاوت عمده، یکی از تفاوت های عمده بین حکومت کمونیستی در پیونگیانگ و رژیم به ظاهر اسلامی در تهران. زیر نام دین و معنویات هر گونه جنایت و دزدی و غارت را مباح می دانند و به آن افتخار می کنند. گفتیم که حکومت کره شمالی اتم و موشک را برای حفظ بقای خیش می خواهد، ولی رژیم اسلامی ایران تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای و هزینه کردن بسیار برای ساخت پیشرفته ترین موشک های جنگی آن است که بر کشورهای همسایه مسلط شود و آنها را مورد تهدید قرار دهد و به اصطلاح خود پوزه آمریکای جهانخوار را به زمین بمالد و مهمتر از همه می‌خواهد که اسرائیل را نابود کند. کره شمالی و توان تسلیحاتی آن برای بقای رژیم، ولی در حکومت ایران تلاش آن است که شیوه های استعماری خود را عملی سازد و خیال خام خیش را برای تسلط بر منطقه تحقق بخشد. و این است یکی از تفاوت های عمده بین کره شمالی و حکومت اسلامی ایران. اگر این خواسته ها و این امیدها و آرزوهای بی نتیجه نبود، شاید مردم ایران می توانستند حتی در رژیم سرکوبگر هم زندگی نسبتاً راحتی داشته باشند، ولی حکومت ایران برای رسیدن به آرزوهای خام خویش حتی نان را از دهان مردم ایران می برد و در اختیار حزب الله و حماس و دیگر گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد